مهرانگیز کار با ماست، حقوقدان از واشنگتن. خانم کار، چند روز از حضور امیر عبداللهیان در شورای حقوق بشر سازمان ملل نگذشته. آیا واقعا یک نهادی مثل شورای حقوق بشر داره چشمش رو بر روی جنایتی که هر روز داره در مدارس ایران رخ میده میبنده به نظر شما، و چه واکنشی انتظار میره از سازمان ملل و نهادهایی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل؟ ببینید، مکانیزم هایی که اینها دارند و بر پایه اون مجبورن که کار بکنن، فعلا بیش از این رو بهشون اجازه نمیده، ولی این دلیل کافی نیست برای یک کشوری که قرار گرفته در معرض همه گونه ظلم و تعدی و جنایت از طرف یک حکومت، و این مکانیزم های ناقص به اندازه ای کند عمل می کنند که دیگه الان بحث حیات شهروندان ایرانی و به خصوص زنان مطرح شده. و شورای حقوق بشر با اینکه همونطور که می دونید اون کمیته حقیقتیاب را هم تشکیل داده و در حال مستندسازی هستند، به عقیده من ابدا سرعتش کافی و متناسب نیست با این درجه از ظلمی که متوجه مردم ایران از طرف حکومتی میشه که دیگه در حقیقت این حکومت تجلی سیاسی و دولتی نداره، فقط سرنیزه داره و یه مشت مردانی که لگد میزنن، فحش میدن، ولی سازوکار کشور به طور کلی در هم ریخته و میشه گفت فروپاشی شده و فقط متکی به سرنیزه است. و متاسفانه باید گفت که به شدت از زنان ترسیده در این جریان خیزش اعتراضی، و مثل اینه که میخواد کاری بکنه که دشمنی زنان رو که میزان و درجهش رو درک کرده در این جریانات، اینها رو به طور کلی از بین ببره ریشه هاشو، اما نمیتونه. خانم کار، یونیسف یه بیانیه صادر کرده. از ابتدای خیزش تا به حال ما چند گزارش از سوی نهادهای حقوق بشری داشتیم در مورد کشتار دانش آموزان، کودکان در اعتراضات و یا دستگیری، شکنجه اونها، و همین اتفاقات اخیر در مورد مسمومیت های سریالی. آیا واقعا یه نهادی مثل یونیسف جز دو تا بیانیه که از اول خیزش داده کار دیگه از دستش بر نمیاد، یا موضوع دیگری در پس پرده است؟ خب نه، ببینید، در پس پرده به نظر من موضوع دیگری نیست. در پس پرده چیزی است که خب مردم ازش خبر ندارن، و اون اینه که یونیسف بیشتر کاراش تحقیقاتیه و گزارشگریه. اینها کاستی های سازمان ملل و نهادهای مرتبط با اونه. ما احتیاج به یک اقدام سیاسی بسیار نیرومند علیه این حکومت در جهان داریم که هنوز اتفاق نیفتاده. مردم ایران بیشترین تلاش رو کردن که متوجه بکنن جهان رو نسبت به وضعیت خودشون و بگویند ما هم قدرت داریم و هم اینکه درگیر یک حکومتی هستیم که با شکل‌های عادی نمیتونیم اینو ساقطش بکنیم. ولی مادام که مثلا پرزیدنت آمریکا و مجموعه حکومت آمریکا همچنان اولویت پس پردهشون امضای یک سندی برجام یا مثل برجام یا هر چیز دیگه، ایرانیان اصلا نمیتونن امیدی داشته باشند که در دولت‌های غربی، کشورهای غربی یک واکنشی به وجود بیاد که این واکنش به اندازه کافی فشار رو روی این حکومت بیاره تا آقای عبداللهیان نتونن تشریف بیارن شورای حقوق بشر و بگن حتی یه آدم هم کشته نشده. ما مشکل سیاسی داریم با غرب، با آمریکا و با شرکای آمریکا در اروپا، و هنوز اینها متوجه نیستند که مردم ایران در چه شرایطی دارن زندگی که نمی کنن. از صبح که پا میشن یک سفر باید بگیرن جلوشون که این حکومت بهشون حمله نکنه، و من متاسفانه فکر میکنم تا غرب درست حرکت نکنه این حکومت همین کارهایی رو که داره با مردم ادامه میده ادامه خواهد داد،
و دشمنیش نسبت به زنها دیگه رسیده به درجه‌ای که به نظرش میرسه باید دبیرستان‌های دخترانه و دبیرستان‌های دخترانه همه چی بسته بشه، ولی نمیشه و این حکومت اصلا فرو پاشیده.